سلام سلام، زوس هستم، آره، خدای خدایان. خب این نکات مهم هستند که اولا علیت یک باور است. به قول هیوم، فیلسوف بزرگ قرن 18، باور به یک پیوستگی ثابت بین دو رویداد، باور به اینکه رویداد اول همیشه موجب وقوع رویداد دوم می شود. رویداد اول رو علت و دومی رو معلول می نامیم. پس نکته دوم اینکه علت و معلول هر دوتا رویداد هستند، دوتا اتفاق هستند. رویداد یا اتفاق تغییر در زمان هست و تغییر در بازه ای از زمان رخ میده، در طول یک مدتی رخ میده. با بررسی یک لحظه نمیتونیم تغییر رو مشاهده کنیم. پس نکته سوم این که موضوع زمان در دل علیت هست. علیت خارج از زمان اصلا معنا نداره. در خارج از زمان اصلا اتفاقی نمیفته که چیزی علت اون باشه. چهارمین نکته این که این دوتا تغییر اگر همزمان رخ دادند هیچ کدام علت دیگری محسوب نمیشن، چون رویداد علت باید باشد تا موجب رویداد معلول شود. یعنی همیشه رویداد علت از نظر زمانی قبل از رویداد معلول رخ میدهد. خب حالا فلاسفه اسلامی از این علیت میخوان برای اثبات وجود خداشون استفاده کنند. یک تعریف جدید از علیت درست میکنن و چند تا ضمیمه هم بهش اضافه میکنن و تازه باز نمیتونن برهان رو به سمت اثبات خدا ببرند. به سمت اثبات واجب میبرند، یعنی به سمت اثبات موجودات بدون علت پیش میرن. همین و این برهان علیت که اصلا اثبات خدا نیست، مهمترین برهان اثبات خدا محسوب میشه. اما سخن فیلسوفان اسلامی در مورد علیت چیه؟ اونا میخوان خدا رو علت وجود عالم هستی معرفی کنند. خب اون علیت که گفتیم به دردشون نمیخوره، پس در کنار اون علیت یک علیت دومی تعریف میکنند که به جای پیوستگی بین دو رویداد به ارتباط وجودی بین دو موجود میپردازه. یعنی میشه وجود معلول نیازمند وجود علت است. به اون علت وجودی یا علت هستی بخش میگن و بدون هیچ منطقی میان یک ضمیمه اضافه میکنند، میگن علت وجودی میتواند موجود مجرد باشد، یعنی یه موجود غیر مادی و ماورایی که خارج از زمان و مکانه. میگن اونم میتونه علت باشه، همینجوری الکی. بعد برای اینکه کسی اون خدا رو بعد از خلق عالم یک موجود بازنشسته معرفی نکنه، میان و یک ضمیمه دومی رو هم به این اصل علیت جدید اضافه میکنند، اینکه علاوه بر وجود معلول، بقای معلول هم وابسته به بقای همون علت هست. مثل اینکه اصلا حواسشون نیست که بقا یک امر زمانمند هست، پس خدا هم باید زمانمند باشه دیگه. خب علاوه بر اون، اسلامیون میخوان به این برسند که خدا در دنیا دخالت هم میکنه، معجزه‌ای بفرسته، قرآنی بنویسه، دعایی اجابت کنه و از این حرفا. پس ضمیمه سوم رو هم اضافه میکنند، اینکه علت مجرد میتواند علت برای رویداد هم باشد. او اینم جالبه، چون یک موجود خارج از زمان و مکان که هیچ تغییر و حرکتی براش معنا نداره موجب میشه که در یک زمانی یک رویدادی در دنیا رخ بده. بر جواب میگن خدا در اون لحظه از زمان اینجور اراده کرده، اما خودش خارج از زمانه. او خودت رو گیج فرض کن و دیگران رو نفهم، همینه. اون فلاسفه برای این علیت جدید و اون ضمیمه های اضافه خودشون هیچ مصداقی ندارند. برای همین الکی درستی اونها رو به علم حضوری حواله میدن. میگن همین که انسان به دنیا میاد این حرفا رو قبول داره. جونم، یعنی بچه که به دنیا میاد هم میتونه ممه بخوره و هم میدونه که آنچه میتواند باشد و میتواند نباشد نیاز به علت دارد. جدی چون این باوری دارند ها؟ آقای مصباح یزدی در جلد دوم کتاب آموزش فلسفه به بحث تعاقب علت و معلول میپردازه، یعنی همون که هیوم گفته، اینکه دو رویداد یکی بعد از دیگری رخ بدن. او میگه که سخن هیوم غلطه، چون به محض اینکه علت باشه معلول هم باید باشه، بدون تأخیر، همزمان. او به صراحت نوشته که تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانی نخواهد داشت. بسیار خوبه، اشکال کجاست؟ کدومشون درست میگن؟
در دنیای واقعی علیت بین دو رویداد رخ میده و رویداد در بازه زمانی به وقوع میپیونده، نه در یک لحظه. در حقیقت انتهای رویداد علت میشه آغاز رویداد معلول. حالا در مورد علیت نوع دوم چی؟ که بحث از به وجود اومدن چیزی هست و فلاسفه اون رو لحظه‌ای تصور میکنند. مصداقی هم که ندارند. اون وقت طبق گفته ی آقای مصباح همزمان هم علت و هم معلول به وجود خواهند اومد. یعنی تصور کنید از همون علت العلل مثلا خدا تا اون آخرین معلول هرچه که هست همه باید بدون فاصله زمانی همزمان به وجود اومده باشند. این میشه دیگه. برای همینه که فلاسفه اسلامی برخلاف متکلمین به ازلی بودن مخلوق هم باور دارند، چون معلول نمیتونه بعداً به وجود بیاد. خب با این اوصاف همه موجودات عالم، همه حی حاضر از ازل همراه با خدای قشنگ وجود داشتند. خب حالا کدومشون علته و کدوم معلول؟ معلوم نیست. ملا صدرا میاد یک عامل جدید اضافه میکنه و میگه اونی که رتبه وجودیش بالاتر باشه اون علته و دیگری معلول. آو این هم دقیقا از همون خودت رو گیج فرض کن و دیگران رو نفهمه ها. آو رتبه دیگه چیه؟ مگه اولمپیاده؟ یا وجود داره یا نداره، رتبه ای در کار نیست. اما بریم به سراغ موضوع دوم برنامه، اینکه برخی از کانال‌های اسلامی شبهه وارد کردند که همیشه بی خدایان بر باور خدا باوران شبهه وارد می‌کنند، حالا یه بارم اونا به باورهای ما شبهه وارد کردند. اشکالی نداره. این گونه شبهه کردند، اینکه ما میگیم نقض علیت در کوانتوم وجود داره، اینا میگن که نه، این نقض اصل علیت نیست، بلکه نقض علیت چچیمنیستیکه. او بشنویم شرح این شبهه رو از زبان یکی از ادمین‌های محترم کانال‌های اسلامی. ابتدایشون یک سری صحبت‌های درستی رو مطرح کردند. مثلا ما اگه شرایط اولیه یه سیستم رو داشته باشیم، میتونیم موقعیت سیستم رو کاملا دقیق در آینده پیش بینی کنیم. فیزیک کلاسیک یه فیزیک دقیق و دترمینیستیکه، یعنی پیش بینی پذیره سیستم ها، ولی فیزیک کوانتوم پیش بینی ناپذیره. لذا این ربطی به در واقع نقض علیت نداره. علیت میگه آها نشد دیگه، تا اینجا درست بود. یعنی فیزیک کوانتوم پیش بینی ناپذیره، اما اینکه لذا ربطی به علیت نداره خیر. اصلا علیت یعنی همین که از علت میتونیم معلول رو پیش بینی کنیم. همین که کوانتوم پیشبینی ناپذیره علتش اینه که در اون علیت معتبر نیست. اینطور نیست که علیت برقراره اما معلوم نیست که معلولش چیه. نمیشه که مثلا بگیم معلولش میتونه یا اسپین بالا باشه یا اسپین پایین. خیر، این غلطه. این حتی در فلسفه اسلامی هم غلطه. یعنی اونها هم میدونن که علت یک معلول مشخص داره و اگه هزار بار اون علت تکرار بشه همواره همون معلول رو میده و نه معلول دیگه ای رو. دقت کنید، ما با مثلا فوتون‌های پر انرژی یک ذره رو بمبارون میکنیم و موجب رنبش اون میشیم، موجب تغییر رفتار اون میشیم. تا اینجا این علت و معلول بود. اندازه گیری ما موجب تغییر رفتار ذره شد، درست. اما اینکه ممکنه حاصل اون مثلا اسپین بالا باشه و یا ممکنه که اسپین پایین باشه، همین که از اندازه‌گیری ما معلوم نیست که کدومش رخ میده، همین نشون میده که اندازه‌گیری ما علتی برای تعیین بالا یا پایین بودن اسپین نیست. دقت کنید، با یک علت میتونه دوتا معلول رخ بده، هم معلول اول و هم معلول دوم، اشکالی نداره. ولی حق نداریم بگیم که یک معلول رخ میده اما نامعلوم، یا معلول اول یا معلول دوم یکیش که غیر قابل پیشبینیه. خیر، این دیگه علیت نیست. پس اینکه چرا اسپین بالا رخ داد علت نداشته، وگرنه هر بار که اون علت بود حتما اسپین بالا رخ میداد. او میتونید ادعا کنید که علتش در کهکشان دیگه‌ای هست، اون بحث دیگه‌ایه. اما اینکه ادعا کنید که علتی هست که معلولش غیر قابل پیش بینی هست، این یعنی اصلا شما نمیدونید که علیت یعنی چی. یعنی حتی علیت در فلسفه اسلامی رو هم نمیدونید.
حالا اگه میبینید اون کسانی که فلسفه اسلامی رو خوندن اما به این ادعا در کانال‌های اسلامی اعتراضی نمی‌کنن، به خاطر اینه که یا اصلا نفهمیدن که این چی داره میگه و یا اینکه میفهمن پیش خودشون میگن حالا که داره به نفع اسلام حرف میزنه اشکالی نداره، بگذارید حرفشو بزنه هرچند که غلط میگه. ادامه مطلب ایشون دیگه همه نادرست و غیر علمی است، اما بشنویم. لذا این ربطی به در واقع نقض علیت نداره. علیت میگه هر معلولی نیاز به علت داره. حتی توی خلاء کوانتومی اون جمع در واقع شارژ در حالت الکترون و پوزیترون، اون ماده و پادماده که همجره خونسا میکنن، در واقع جمع شارژ و بارشون صفره ولی جمع انرژیشون صفر نیست. یکی از بزرگترین معماهای فیزیک اینه که این انرژی اولیه از کجا اومده؟ خیر، در جمع ماده و پادماده نه تنها جمع شارژ و بارشون صفره بلکه جمع انرژی اونها هم صفره. این ذرات و ضد ذرات همیشه وجود دارن ولی مجموع انرژی اینها، انرژی ذرات مثبت، انرژی ضد ذرات منفیه، در نتیجه مجموع انرژی اینها صفره. مجموع انرژیشون صفره ولی به هر حال همچنان مثبت منفی وجود داره. میبینید که مجموع انرژی ماده و پادماده صفر است. انرژی اولیه‌ای در کار نبوده. کتاب جهانی از عدم از دکتر لورنس کراوس داره همین رو میگه که مجموع انرژی عالم صفره. اینکه دانشمندان چطور پی بردند که مجموع انرژی عالم صفره، این رو من در کلیپ 67 با نام انرژی در 9 سال پیش شرح دادم. او این که این دوست مسلمونمون میگه که یکی از معماهای فیزیک اینه که این انرژی اولیه از کجا اومده، این دروغه، خالی بندیه. خدا قبول کنه ایشالله. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.